sad sa vam htba tamom šmo bin da hay haz diz khuda kone har jay dunya bashin jur sad salamat bashin تشکر تو نمیش سار جان گرچی به من سلام ندادی خب خیلی سلام به خود تا نه هر روز میبینیم یعنی دوستا خسته شده از من خب یک سلام خاص دارم خدمت تمام شما نازنینایی دارم امیدوار هستم که خوب و جور صحتمند باشین از هر کجایی که برنامه های سیبای ما را بیننده هستین و یک سلام خاص دارم به مسافرین عزیز ما سار جان باش چرا سلفی را دست گرفتی آمدی اینجا استاد شدی خب خیلی اون کمره دسته من تو چرا اینجا استاد شدی؟ من چه بایم تو کسی که برنامه داریم چی برنامه؟ او رو من نایفان بارم خیلی باش سما جان هم بیایه باید از او باز برنامه رو میگیم سما جان؟ صبر سما جان همیشه در برنامه صدا کنی یک صبر میگیم باید از او مصروف از تو که خب دوستا امروز میخواییم یکی از اعضای فامیل ما رو ما تعجب بسازیم خواهم امتو بسازم؟ بله سلام سما جان خوب استی؟ سلام به خودتان سلام بینده های عزیز امید که خوب و جور صحت سلامت باشین در هر کجای دنیا که هستین تشکر زنده باشین سما جان صبر از خاطر چی گفتی مرا پیشتر؟ اینجا یک چند تلاشت که تیتید کردم دیره افتون جمعش کردم اینه گناه خودم سرمنده خب خیلی در کجا بود گفتم سما جان؟ آها میخواییم امروز یکی از اعضای فامیل ما را متعجب بسازیم یکی کی از در ادامه برنامه میبینین و فعلا با ما باشین خب دوستا من آمدم داخل اتاق بشم مادرجانم پدرجانم به به چطور شیشتن و قصه میکنن خب سلام مادرجان سلام پدرجان سلام دوستای عزیز خوب هستین سلام خوب هر جایی که باشین آرام باشین صحتمند باشین بارزوی ساعت و کامیابیتم چیستی؟ خوش هستی مولر جان سلام دوستای عزیز خدا کنه خوب و خوش آرام باشین در هر گوشه دنیا که هستین و سلام جدا کنه بر رخصار جان رخصار جان خسته نباشی زنده باشی مولر جان از کجا آمده خسته نباشی؟ در خانه بود ای پانتون رفتی آرستی پانتون رفتی آمدی خسته نباشی زنده باشی دیگه ما پشتی یکان کارامو برایم بیرون نگه ما میمیانه ما در وزلا آمدیم رسیدیم خسته نباشید زنده باشید تشکر سلام باشید سما جانم برد چای آورده آها سما جانم چای آورده نگه دست خانه دوستا آن نمیین که چرا دو گلاس آورده به رخسار جان چون آورده دوستا ما روزه دارم البته ما و سارا جان روزه داریم دیگه از همون خاطر سما جانم دو گلاس آوردن دیگه دیمی خستگی و زلگی چطور چای داغ مزه چای با گر دیگه آها امون رخصار جان چطور بیمه و کامل برنامه شروع کنیم گفتم تا تو بیایی من کمره را خوب کنم خب مولا جان پر جان سلام علیکی داشت آها بسیار خوب کنیم آها دیگه بعد اصلا گفتم که روزه گفتم نی نخوردی من از کجا افتاری شده که بخوریم رخصار جان هنوز افتاری نشده نه دیگر است آها هنوز دیگر است خواب خوردیم آه انشاءالله دیگر سارا جان خلطه یا کردی دیگه خلطه چیز خوش به لسان میکنم دیگه خلطه خالاست رخصار جان خواب من برم کالا بیشتایم و آمدم که برم نشان میتونم که خوش میای یا نی بسیار خوب چرا خیلی کالا گرفتی؟ کالای مسلمانی کالای مناسب باشه چسب نباشه کوتاه نباشه ما شما الحمدلله مسلمان هستیم باید با رسم و رواج و همه چیز ما باید عنعنات اسلامی ما برابر باشه نه که ایمان کالا میگیرم نباشه و مسئله نیست نگر چی که باشه فرق نمیکنه ایمان کالا میگیرم همیشه کوشش میکنم که دراز باشه و کلا ما شام که نگرفتی از کجا کردی پیسه گرفتی لباس من دندان نمیدی کم کدام مونده بود خلطه یک لباس هم نی شوف کنم دیره مهرم گفته تو فرس دگه برکی؟ با باز تو بیا خود باش به دوستا یک ماما بگم چیزی که در اینجا خوش کرده بودی کارر جان نو رزی ولایت زیبا بودی مهر جان برای هیچ کس توفه نخیدم تنها بر خود تا چیز را که بسیار خوش داشتی زنده باشید تشکر امیتا ارزوش را میگیدی که اصل از را پیدا مام از امو اصل جایش اصل شد آها گرچه امسان زمستان نو موت برامده دیگه دوستا هم شاید دیده باشن
دیگه ما خواستیم اصل سوره پدرجانم ده بیرون میدید اما اصلش نمی بود بدلایش می بود دیگه ما اصلش از یک ولایت زیبا که خود تحفه آوردیم بسیار شب کنم که بر علی جانم بخرم اما نشد خب خیر در سفر بعدی انشاءالله بر علی جانم می گیرم ماز بیرم بر خود گرفتم دیگه نشان بودم یادم دارم براستی و سالتون تو میگی در شهر شانه معمولا رنگش چطور بود نتاش به میدنگش چطور است شکر زنده باشه به خدا من زیاد کل سرای و یار گشت و مزید نبود در کابل چطور پیدا کردی اصلش نیست نه اصلش نیست اینجا خوشحال تشکر بسیار تشکر ممنون زنده باشی از خودت از اولادام که زحمت کشیدی نگه از جلال آباد هم یک خاطره دارم که در جلال آباد یک وقتی رد مز شده بودیم از ایران دیگه این جلال آباد که من امرای تانم نرفتم از امون خاطر بسیار بدم میاد که اونجا خاطره تلق بارم رد مز شده بودم من آوردن راست از ایرای کویتا آوردن من پاکستان پیشاور از پیشاور آمدیم در جلال آباد در جلال آباد که آمدیم اونجا یک چند روز در مسافرخانه بودم و از اونجا دیگه این رقم کلینری کرده آمدیم تا کابل پول نداشتم 30,000 افغانی وقت می آورد که این پیسه سابه 30,000 افغانی می آورد من اون پیسه 30,000 نداشتم می لبوس والا رو گفتم گفتم بیادر تا می کابل من نگرانت بگی اگر دلیور میگیری یا نگران مدام میرم کابل پیسه میسه ندارم این رقم هستم دیگه از کس قضارم بودم در مسافرخانه خواب بودم از وار خواب بود چاشت من از پیش از وار فرار کردم گریختم در میلیبوس تا قضاده کابل حرکت کرد خدا پت کرده بودم در چوکی گرفته بودم این رقمی سرم و تو انداخته بودم که وامر رو نیدم که از اینجا بالاخره موفق شدم که از پیش از وار که چون که رد مرز که کسای خاچاق برای که میاورده دادن او گروگان پیسه میگیره باز رو نگاه میکرد در اتاق در ننگرهار مسافرخانه در اونجا اتاق گرفته بود کل بچه ها رو اونجا انداخته بود دیگه از ما هم در روان جوانی بود دیگه هم زیر بارش ها نمی رفتیم دیگه هم که بود اما مسافرخانه هم اتاق داشتن به ازبک ها بودن دیگه بسیار خاطره بد دارم از اون خاطر که از اونجا فرار کردیم ما از اون خاطر اولادا زیاد اصرار نکردن گفتم چون زیاد اصرار نکردیم بلند خاطره خوش قدر نداره تشکر بسیار زیاد معمول است فقط یک یادگار برش میبریم چون خودش نامده جایش خالیست یادگار برش میبریم بسیار تشکر بسیار خدا کنه رنگش خوش آمده باشه بسیار خوبش براستی که در قمپتی در کابل نیستن براستی هم اونجا است چند نفر که من گشتم من گفتم گفتم برو پتو بخری بله گفتم من رقمش بخیر هم رقمش فولادی شده باز جور کردیم رقم رقم نه که جور کردیم برای من اون رقم پشت از اون میگشتم نگه این خوشبختانه که تو فرد از لبا شما پیدا کردیم چی تو که ما یادت بدونیم افتار جان حالا که مادر مرز نکردن یادم بود مادر جانم گرفتن آها دیاد مادر جانم بود بر لحظه دیاد مرز بسیار تشکر کامل از دیاد مرزی نه تو فکر نکنی نه 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 خیلی ما رو همیشه افتخار کردیم شکر فامیل خوب دارم که اولادایم شکر هم مگی رازیستم و تربیه اصل خود اطمینان دارم که تربیه سالم دادیم اولادایم شکر فضل خدا اما تو سر خانم هم اعتبار دارم که یک سر معلم موفق که وقت 2,500 شاگرد در ایران مایی کلمه تانه مثلا 4-5 اولاد چه از اگر که نتانه و شمول شوهر خود رهنمایی میکنه همیشه رهنمایی بوده در طول زندگی و در همه چیزا راست زندگی که زندگی کردیم هر مشکلات که آمده با هم حلش کردیم اتونه که مثلا من تنها غم کشیده باشم یا خانم تنها مثلا غم هم خورده باشه با هم دیگر در موضوع قرار میدیم البته با اولادان تقسیم میکنیم با شما هم چند دفعه مشکلات هایی که بوده تقسیم کردیم گفتیم مثلا بیاین که این یک مشکل است یا پرابلم است همین پرابلم ها چرا خمل کنیم خود سر نگه سارا جان زیادتر در غم ماست سارا جان نگه گفته اگان تا
زیادتر میسوزه کت ما از رخصار جان کردن خودتون از کلان از پر جان رخصار جان فقط کلمی صبح میشه نگره فلال من پیسه کرای لای پلتون من خلاص پیسه کرای پلتون من بده فقط خلاص این همه خمی یه هم خب اختر که هوا سرد از پیادام رفته نمیشه و یکی ما بیکار هستم چرا خروشن کردیم ما بیکار هستم روزکی که ما برای ما شاید مادر جان بگه کجا میره چکر میره یا دیدن دوستا و رفیقا میره دا دیدن دوستا و رفیقا میرم اما زیادتر ما پشت کار میگردم که یک کار پیدا کنم چرا که 14 سال من در ایران نجاری کردم زحمت کشیدم در بلال منزلا کار کردم این کارا را کابینت نجاری دیگه روشن شکر بیخی اما تو دیپلم دارم به حساب پنتونش را نخواندیم اما کسی که پنتونم خوانده بود منم این کابینت چرا کم در دیوال بند میشم ایران مانده بود که چرا خم به شکل مسلکیش من پیش بردیم اک فعلا هم پشت کار میگردم میگه و... تجربه مادر علم است تجربه زیادتر شده بود نظر به دیگه فعلا ساخت و ساز هم در افغانستان بند است دیگه هیچ مشکلات ها زیاد است خلاصه من صبح تا دیگر پشت یک کار بار میگردم که باش رخسار جان پنتون میخوانه سارا جان خب پنتون میخوان دیگه کنج خانه اش هیچ خرای کنه اول نمیخوان خانه خانه اش سارا جان باش باش سوز بده صد سارا جان پنتون من من گفتم بیا مثلا که مرا بخوان که همیشه در کار میشه همیشه میخوانی نکات پنتون میخوانی طالعه کردی که پنتون ساعت عمر میخوانی نه ساعت عمر بود ساعت عمر هستی اگه کدام پنتون دیگه می بود دیگه خب بود اگه پنتون ها فعلا خودش خانه میشه سارا خانه میشه خدا جان وکیل خانه میشیدی این حقوق همه خواهد این حالا وکیل خانه شده وکیل ویدو نشد وکیل خانه وکیل دادسرا نشد وکیل محکمه نشد وکیل خانه شده امیان مهم گفت آه سارا جان خیر بس من اگر نقصا میبرم دیگه باش یک چشم بوشنی آه نه میتونم تن باشه باز به دوستا هم یک خبر خوش دارم و به فامیلم هم یک خبر خوش دارم که ایره حالا نمیگم تا برنامه دیگه در برنامه دیگه باز شیرنیش گرفته میاییم به کلگی میگم این که چی هست دیگه شما دوستا و خانواده دیگه فکر کنم ما هم شما آه دیگه شما دیگه که چه وقت تو شیرنیش گرفته میایی و چی میگی دیگه دلیلش چی هست دیگه ما هم خوب خیر منتظر میشیم تو همیشه خوش خبر باشیم ما منتظر خوش خبر ما منتظر میباشیم و دیگه دوستا پرجان ما امروز خواستیم یک متعجب بسازیم بچم خوش شما آمد یاد چرا این فوق العاده بسیار مقبول است بسیار تشکر فتوی که خوش داشت بش پیدا کردیم و خیلی تشکر همیشه دوستان من شاید همیشه در برنامه هم تو گفتی اگان تا افغانی ها که میگن تایت رایت ببینین من همیشه من سرباز هستم عسکر هستم همیشه آماده با جنگ هستم یعنی زمستان که میشه همیشه اما تو آماده چیست؟ آماده تربرف، آماده زلزله، آماده فرار، آماده گریز چرا که فعلا هر کسی که در افغانستان زندگی میکنه باید آمادگی به یک چیز داشته باشه آمادگی به یک چیز داشته باشه چرا که یک سال بعد قرار است در افغانستان چی اتفاق بیفته دو سال بعد قرار است که چی اتفاق بیفته بسیار با مشکلات زندگی میکنیم اقلیم و هوا و همه چیزا برف میاد اصلا نفته شد راستی که هیچ اعتبار نداره آب و هوا یک دفعه هوا گرم میشه یک دفعه هوا سرد میشه باز بخصوص پدر رخسار جان هیچ همی صندلی و بخاری و چیزا رو خوش نداره که نزدیکش بشینه از صبح که بطه لباسه گرم هم میپوشه گفته خودش آماده و بیرون رفتن مثلا سودا میره یا میره دیگر رفیقای خود بخاطر جستجون کار کدام کار برش پیدا شود دیگه به او خاطر همیشه هم تو آماده میباشه آها مادر جان و سارا جان این ساعت چند است؟ یعنی قم به فکرم گوش نشدیم ماما ما وقت ساعت در چهره های تون آدم ببینه آه نزدیک آزار شاست نزدیک آزار شاست دایف هم درسته ساعت چند بجه است اما نزدیک افطاری ماست و امروز ما و سارا جان میخواییم به افطار پکوری چپسی پخته کنیم بله رخسار جان این شوق تو البته خاطر که در رای جلال آباد خورده بود زیاد مزیج داده آها. بود دیگه گفته خانه حتما ما آماده میکنم خواستم در خانه هم آماده میکنم دیگه ببینیم که آماده کده میتونه یا امورقم نبوده ایتا میخوریم خیر باز چی میگن؟ نان پیاز پیشنی باز؟ خیر کم خراب هم شد ازش پروا نداره دفعه اولش است که میفه بر جور کنه سارا جان هرچی دفعه اول اگه امتحانش
با دفید هم در زیر کن کل سر خودش میخواد یه شرط عدمیست تا یک کار آدم دوستا خراب نکنه خوبش نمیکنه این دفعه خراب من پخته میکنم باز دیگه دفعه حتما خوبش پخته میکنم دیگه درست است جان و میخوایم که پخته کردن از این غذای بسیار ساده که امروز به افطار ما میخوایم آماده کنیم با شما دوستا هم تصویر میگیریم دیگه در ادامه شما با ما باشین خب دوستای گرم خوش آمدین به ادامه برنامه کم کم نزدیک آسان است و ما می‌بینیم که افطار کنیم چیزی که گفته بودیم هم پخته کردیم اما قسم چیزی که در جلال آباد خورده بودیم گرچه او قسم نامده اما شاید تو که خوردی که قسم نامده افته هم از امو آمده باشه سارا جان شاید آها دیگه بریم که کم کم چی میگن؟ تنگتونگ مسجد رو هست که اینا لیم ایمی آزار تا دیگه شروع آها دوستای عزیز دیگه کم کم آذان ها شروع شد و ما و سارا جان هم پیش سفری اما تا چی میگن؟ غریبانه شیشیم و چیزی که میخواستیم آماده کنیم و افطار ما آماده کردیم دیگه دوستا هم ببینه چیزی که گفتیم آماده کردیم و دوستا پیش از این که گپ های ما ادامه بتم اینه میگم که اگر در نیم برنامه ما یا امیال کمره گل شد بخاطر که چارچ نداره تلفن از او خود اگر کمره گل شد دیگه خدا حافظه و سارا جان گشنه شده بودی امروز یا تشنه؟ والا در زمستان آدم زیادتر گشنه میشه نسبت به تشنه آها دیگه باز در گرمی که است باز آدم تشنه میشه نسبت به گشنه نی؟ دیگه آل خود فصل زمستان است سردی هوا زیاد است از او خود ما هم گشنه شده آها من هم دیگه دوستا واقعاً گشنه شده بودم دیگه حالا سماجان کمره رو میتونم سماجان کمره رو بگیره که ما یک چند لقمه از این بخورم که ملا هم آزان داد و روزی ما رو هم افطار کنم از او اگه میگیری او تندس خوام میکردی تندس بریدان درکت کنید روزی تمام قبول باشه سنده باش قبول سارا جان روزی قبول سنده باش سارا جان روزی قبول باشه گشنه شده یا تشنه؟ گشنه آه و سر نسالم گشنه نشنه نسالم تشنه دی نوای گرم باز تشنه میشه چطور است یه چیز را کخته کردیم مزادار است؟ به نظر من سارا جان به امو مزه که در جلال آباد خورده بودیم امو خسته مزه هم بودیم امو خسته مزه اونم در گشنه اگه خورده بوده میرم در گشنه آها در مزه شرطیش یک شد و دو سال اگر جای تان خالی در چی میگن در وقت افتار ما همه گیتر هم وقت دعا میکنیم و خصوص مریضانی که هستن بخیر که شفایاب شدن و خلاصه هیچ کلامتان اسیاب ما نمیدیم ما هیچ بچه هم نمیدیم خیلی میدیم خب مولا جان مولا جان خود دام بیدیم اما چپس جلال آباد داره یعنی آه امور قم اومدم از چون اونو خواهم کوریش قم قسم است در او پا کورا پخته کردیم نه؟ آه خم از آدارم شورک شورک قسم خوبش چی میخوایی بگویم بگو خب دوستا شما با ما باشین دوباره خوش آمدین به ادامه برنامه عزیزای دل دیگه ما افطاری خود کردیم ما و رخسار جان دیگه بسیار زود ببخشین که بی برقی است دیگه برنامه ما رو شاید کم بیه به خاطر از این که بی برقی است موبایلم چارج نداره و روشنی هم نیست از او خاطر
برنامه هم کم ثبت میشه، موبایل هم میان چارج کم هست. آها موبایل هم میان چارج کم هست و شاید هم بی خدا کسی تلفن گل شود. و دوستا علت ازی که مثلا یکان شما ما برنامه نمیدازیم در چینت و یا برنامه نمیداشته باشیم بخاطر که بی برقی هست و در شب ثبت کردن نمیتونیم و خانه هم تاریک هست، در روز هم روزهای چی میگن برفی هستک بارانی می باشه یا برفی هیچ روشنی نمی باشه، یعنی آفتاب نمی باشه که خانه روشنی داشته باشه که ما بتونیم یک برنامه ثبت کنیم. دیگه شما عذر ما را پذیرا باشین عزیزای دلم، خیر بازم یک شام طال میخورن، منتظر باشین که شب دیگه ایش چی مندازیم. بله صد فیصد خسار جان. دیگه افتاری کنی شکمه کسی کرد یا کم شمانی به پسا نی سالا جانمی گفتی یگان تا اشتی سوزک آدم میشنی وقت کم بخوری باز کم شبانی که باش نان شبکه دیگه را بخوری نمیشه. باز من دو سادت دارم در افتار اما تا مکمل دیگه خدا سیر میکنم و پس هم هیچ دیگه نمیخورم تا الایی که پس سهری میکنم. رفتان جان به دوستو گفتی که روزه روزه چی بود؟ والا امیر پیشتر وقتی کمره نکت کردیم گفتم دوستا با ما باشن پس یادم آمد که به دوستا ایره هم بگویم که روزی چی است. دوستا روزی که ما سال جان میگیریم روزی قرضی است. آها که از ماه مبارک رمضان قرضدار بودیم و بخاطر که امی سی روز واقعا گرفتنش در گرمی مشکل میباشه و بخصوص ما زیادتر در روزه و امی رمضان تصادفی زیادتر گلون درد میشم و دکتر دیگه یکانه دلیلش همی میباشه که میگه روزه نگی وقتا که صحیف هستی و نمیتونی از هم خودم دیگه آدم قصار میشه. آه ست فیصد خود جان کم تو میباشم دیگه چیه قص قصه کتا که موبایل دل نشده قصه کدم رو دیگه خیرتی و تشکری میکنم از تمام دوستانم که بر ما کومنت دادن و بسیار خوش شده بود بعض دوستای ما سال جان بخصوص مسافران که امی جلال آباد رفته بودیم. آها شهر زیبای جلال آباد که برشان نشان دادیم و ننگرهار که مرکز شهر جلال آباد است. آها چنان را در مسیر را که ویدو داشتیم با دوستا از سروبی و میان از سروبی و دیگه تمام شد دوستا دیدن و خاطرات اگه کسی خاطره داشته باشه از جلال آباد از سروبی و ننگرهار دیگه حتما خاطراتشان با دیدن از این ویدیو تازه شده. از من خودم سارا جان اونجا که از ماهی پر تیر شدیم اگه یادت باشه بسر یک خاطره هم جالب هم سر وحشتناک یاد من آمد نمیفهم یاد سارا جان هم آمد یا آمد. دوستا ما قبل از اینکه با فامیل بریم ما و سارا جان رفته بودیم یک بار تا سروبی رفته بودیم. امی قصاد ماهی پر بلندی که از طرف بالا آمده میری طرف کابل دوستا ما هم طرف پایین رفته میریم موتر سرعتش تیز بود تیز وقتی که دمی جایی در خود کمی در خود هم تا کنو موتر کتی دو تایرش هم تا راست از جای خالیگاه تیز شد در سر سرک آمد. یعنی دوستا اینقدر وحشتناک بود که اصلا من کمی احساس کردم کمی کات میکنم اما خب بخیر چشمای من پات گرفتم یک وقت میبینم که پس سید سلامت در سرک مرتن نوانست بسیار وحشتناک بود. و اینه دیگه چی اینه دیگه؟ زنگ آمد؟ خیلی دست هیچ مشکل نیست خب خیلی باشه زنگ خودم کیست و دوستا برتان چی میگن گم نمانه که امروز علی جان در برنامه ما نبود بخاطر که علی جان رفته بود یک جای کار داشت و نتونست که امروز در برنامه باشه دیگه ما همه که ما بودیم من هم از منطور آمده بود و ما دیگه روزه هم داشتیم خدا کنه برنامه ما خسته کن برتان تمام نشده باشه. بله. و همیشه چینل خودتان لایک شیر و سابسکرایب کنید منتظر کومنت هایتان هستیم عزیزان دلم از کومنت های مثبتتان جهان سپاس و از کومنت های منفی دوستان هم جهان سپاس. سارا جان من یک گلاس چای گرفته بیایم زیست تا وقت با دوستا گرد بزنم. من چی بگویم با دوستا؟ خیلی